آقای رحمان، مسئله دیگری که خب هرچند گذشته مدتی از اون، بحث زمان اعلام زمان عید فطر بود. حتما شما پیگیری کردین که تعداد قابل توجه از مراجع قم برخلاف نظر آقای خامنه‌ای و حاکمیت که روز یکشنبه رو اعلام کردن، روز عید روز دوشنبه رو اعلام کردن. خب این بس پرسابقه ای هست، قبلا هم این اختلافات وجود داره، اما دو روایت بود. یک روایت این بود که این خود جمهوری اسلامی و خبرگزاری اعلام کردن یک مشکل یا در واقع یک اختلاف فقهی هست، برخی دیگه یک سری از ریشه های در واقع سیاسی و اختلاف نظرهای بیشتر از فقهی رو هم در اعلام این مسئله دخیل دونستن. خواستم نظر شما رو بدونم. این هرچند مثلا آقای مکارم شیرازی و وحید خراسانی تصحیح کردن صحبت یا نظر خودشون رو، اما خب تعدادی از مراجع همچنان روی حرف خودشون ماندن. این مسئله رو شما، ریشه های این مسئله و اختلاف نظر رو در کجا میدونید و واقعا فکر میکنید فقط یک بحث فقهی هست یا نه فراتر از بحث فقه هست؟ ببینید اینا یک داستان است برای اشک آه. واقعیت این است که شما در نیم، واقعا من آرام آرام بخوام توضیح بدم، ما در نیم کره شمالی یک شب یک روز داریم دیگه. خب استقلال هایی که یه بخشش به نظر من یه اختلاف شیعه سنی است، این مثلا قابل توجیه نیست. یعنی فرق اسلامی سعی میکنن با این وسیله با هم تفاوت بذارن، در که الان با تکنولوژی مدر این مسئله قابل حل. این در گذشته ارتباط نبوده، حتی توی شهر هم با یک پیشنماز اعلام عید فطر میکرده. این یک سیستم قابل تحملی بوده. آن میگن با چشم مسلح غیر مسلح باید دو نفر شاهد عادل عید به صلاح تعدید هلال، رویت هلال ماه تعیین کنه. خب دو نفر شاهد عادل اگه یک مرجعی اینه دید، مرجع نمیداد به این مرجع، نمیداد به اون مرجع بگد آقا شما شاهد عادلی، تو منم قبول دارم. دو نفر شاهد عادل، یکی در پاکستان یکی در عراق، با آقای سیستانی و آقای خامنه‌ای میگن الان عیده. خب آیا این آقای سیستانی باید چی کار بکنه؟ ببینید سه تا مطلب مطرح میشه. چشم غیر مسلح، بعضی ها میگن چشم مسلح هم اشکال نداره، منتها تلسکوپ نه، دوربین. خب میگن افق مشترک، افق مشترک یعنی به قول معروف افق مشترک مثلا شتاعتی از شب. مثلا شما گفتم در نیم کره شمالی خلاصه یک افق مشترک کلی وجود داره، چون شما یه شب و یک روز دارید. حالا اختلاف ساعتش میتونه خیلی بیشتر باشه، ولی ما یه جایی مثل عراق که مراجع دو تا روز اعلام عید میکنن یا اهل سنت هم هستن، این قابل اصلا توجیه نیست با توجه به ارتباطات امروزی دنیای امروز. یه مسئله دیگه میگن افق مشترک، یه بحث دیگه میگن به قول معروف که دو تا شاهد عادلی که میگن آن چشم مسلح غیر مسلح. و واقعیت این است که این هم میشود که اختلاف فرق اسلامی توش هست، هم میشه گفت یک نوع شاخصیت سیاسی توش هست یا شاخصیت دینی توش هست، هم مسئله سیاسی توش هست. یعنی هر سهش با هم قاطی میشه و این اساسا قابل نقد فراوان است. با اگر بخوام ورود جدیدی بکنیم الان با توجه شبکه های اجتماعی، یکی ممکنه با آقای سیستانی، ما امکان نداره 100 سال پیش 200 سال پیش یه نفر شاهد عادل از پاکستان که آقای سیستانی قبولش داره یا ما حدیدم. خب دو نفر، خب آقای سیستانی وقتی اعلام عید میکند، اگه بحث افق مشترک کند، افق مشترک بین عراق و پاکستان، در پاکستان هست افق مشترکش به عراق بوتره. وقتی آقای سیستانی اعلام عید فطر میکند، مقلدش در هندوستان هم اعلام عید فطر میکند. خب وقتی ببینید یه سری شکلهای توجیه زمان گذشته است که برای زمان جدید کارایی ندارد، باید دوباره رجوع بکنن. این در گذشته مطابق علم زمان می آمدن هلال ماه رویت می کردن، هلال موزه می کردن، ارتباط های محلات هم با هم قطع بوده، خیلی اونقدر ارتباطی نبوده. امروز دنیا عوض شده. چرا مراجع تقلید ما و روحانیون از امکانات پزشکی برای سلامت جسمشان استفاده میکنن، ولی چرا از این امکانات برای اینکه بدانن مسئله را حل کنن و اختلاف را حل کنن استفاده نمیکنن، تبدیل به شاخصیت میکنن؟ به نظر من این نوع برخورد یه برخورد قابل انتقادیه و یک نوع به اصطلاح اختلاف زایی هم ایجاد میکنه، یک تفاوت زایی.
و این چون حاضر نیستن در دنیای جدیدی که از بخشی از امکاناتش استفاده میکنن از بخشی دیگه امکاناتش استفاده نکنن. ببین شما وقتی که شما اون زمان به راحتی نمیدونستید، مثلا 300 سال پیش نه به راحتی از پاکستان میگه آقا من مقلد آقای فلان مرجع در نجف هستم، خب این برای اهل سنت هم ممکن است باشه، پس من الان اعلام نمیدونم به اون بگم آقا من ماه دیدم، ولی شما الان یعنی به عنوان شاهد عادلی که آقا نماینده آقای سیستانی هست مثلا در هندوستان یا آقا من ماه دیدم، آقای سیستانی وقت آیا نباید اون حرف عمل کنن؟ وقت بگه افق مشترک، افق مشترک عراق خیلی بیشتر است با هم عراق یا با هم تا چیز، بعدم یه سری واقعا مرز شما این بر مرز اون بر مرز داری. به نظر من مسئله الهلال ما نباید نه سیاسی باشه نباید چیزی باشه، ما نیم کره جنوبی و نیم کره شمالی داریم، اینقدر مسئله رو کش دادم ما به عنوان فقیه این حرف رو نمیزنم، ما به عنوان کسی که به اصطلاح این چیزا رو میخوانم برام سوال پیش میاد، این اختلاف ها اختلاف های مدللی نیست، اختلاف هایی است که هم شعبه فرق اسلامی داره و این هم شاعبه شاخصی کردن یه مرجع داره، بیا آقا من از این طرف اثبات میکنم این با این اینم کاری درست نیست، از این طرف دیگه مراجع خیلی جاها از امکانات دنیای مدرن استفاده میکنن، هم الان نصف مسئله رو استفاده میکنن نصف مسئله رو استفاده نمیکنن.